مسجد عتیق، مسجد نصیرالملک، مسجد وکیل، مسجد مشیرالملک. شیراز شهر گلها و گلدسته هاست. در هر گوشه آن امامزاده‌ای با گنبدی فیروزه‌ای سر به آسمان می‌ساید. در هر کوی و برزن این شهر مکانهای متعدد مذهبی قرار دارد که از اقصا نقاط دنیا برای بازدید به آنجا سفر می‌کنند. از جمله این اماکن میتوان مسجد وکیل را نام برد که در غرب بازار وکیل و در انتهای راسته شمشیرگرها واقع شده است. ورودی اصلی مسجد در قسمت شمالی و سردر بزرگ آن به ارتفاع 14 متر و عرض 12 متر با تزیینات کاشیکاری و مقرنسبندی تاق و تاق نمای اطراف و ازاره سنگی نمابندی شده است. در وسط حیاط حوضی است که سنگ‌های آن از جنس سنگ گندمک بوده. همچنین صحن مسجد نیز با قطعات سنگی فرش شده است. ایوان شمالی صحن که به طاق مروارید شهرت دارد 12 متر عرض، 4 متر عمق و 14 متر ارتفاع دارد و بر بالای آن 2 گلدسته ساخته شده است. رواقی به عرض 5 متر در اضلاع شرقی و غربی در هر سمت 11 دهن طاق قرار دارد. گلدسته ها و شبستان های مسجد با کاشی 7 رنگ و نقوش اسلامی و ترنج تزیین شده است. حوضی که وسط حیاط قرار دارد به طول 30 و عرض 3.5 متر می باشد. کف حوض با سنگ‌های یکپارچه و بسیار محکم ساخته شده است. در دو سمت شرقی و غربی 11 طاق‌نما با کاشیکاری بسیار زیبا، در دو ضلع شمالی و جنوبی هر کدام 4 طاق‌نما قرار دارد. سطح ایوانها و طاقها با کاشی معرق و خشتی مزین شده و ازاره های آنها به ارتفاع 2 متر و 20 سانت با سنگ و آجر پوشش یافته و روی آنها به زیبایی حجاری شده است. سقف طاقها و رواقها در اضلاع شرقی و غربی و جرزهای آن با کاشی معرق و لچکی‌های آن با کاشی خشتی پوشش یافته است. رواق‌هایی به عرض 5 متر و ابعاد 20 متر در 25 متر بر روی 12 ستون سنگی 8 ضلعی و یکپارچه به ارتفاع 5 متر قرار گرفتند. در ضلع جنوبی و در پشت سر ایوان شبستان بزرگ و بسیار زیبایی به ابعاد 36 در 75 متر واقع شده. که پوشش چشمه طاق آن بر روی 48 ستون یکپارچه قرار گرفته است. ستونها به صورت 4 ردیف 12 تایی هستند و بلندی هر ستون 5 متر و قطر آن 80 سانتی متر است. این ستونها به طرز زیبایی با پایه و سرستون تزیینی و ساقه مارپیچ به صورت یکپارچه تراشیده و حجاری شدند. محراب این بنا در انتهای دهانه واقع گردیده و دارای منبری از جنس سنگ و پایه‌هایی از جنس سنگ مرمر سفید یکپارچه می باشد. بر روی بدنه منبر و بر روی سنگ‌ها گل و بوته‌های زیبایی حجاری شدند. در طرفین منبر سطوح کاشیکاری و مقرنسکاری دور تا دور محراب با گلها و بوته‌های بسیار زیبا تزیین شده که نشان دهنده اصالت و بدیع ماندن آن است. از آنجایی که کاشیکاری محراب تعمیر شده، میتوان بنای محراب را به دوره صفویه نسبت داد. این بنا همکنون در حال مرمت و بازسازی است. به همین دلیل بخش بزرگی از آن غیر قابل استفاده و ورود بدان امکان پذیر نمی باشد. شبستان‌هایی که مرمت و آماده گردیده مورد استفاده نمازگزاران و اجتماعات و سخنرانی‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. مسجد وکیل یا مسجد سلطانی مسجدی تاریخی مربوط به دوره زندیان در شیراز است که به دستور کریم خان زند ساخته شد. مسجد وکیل در کتاب سفر به اصفهان به نویسندگی دریا سالار نظامی فرانسوی پیرلوتی چنین توصیف شده است: خطوط و نقوش معماری مسجد ساده و بی‌آلایش است. در همه جا میناکاری و رنگ‌های فیروزه‌ای و سبز و قرمز دیده می‌شود. اکنون در کاخی لاجوردین و فیروزه‌ای هستیم. مسجد عتیق کهن‌ترین مسجد شیراز است و بر روی گلدسته‌های ضلع شمالی آن خطوطی به خط علاءالدین جوهری نگاشته شده است. کاشیکاری‌های دو گلدسته شمالی آن مربوط به دوره صفویه و سنه 1031 می‌باشد. این رنگ‌آمیزی زیبا همچنان از آن زمان به جا مانده و ذوق و سلیقه معماران آن دوره را نشان می‌دهد. پشت بام این مسجد با آجر فرش شده و در ساخت آن از مصالحی نظیر ساروج و آهک استفاده شده است تا استحکام و دوام آن در باران و برف و بوران بیشتر و مقاوم‌تر شود. این پستی و بلندی‌های روی پشت بام مربوط به طاق‌ها و طاق‌نماهای ایوان و شبستان‌ها می‌باشد. این مسجد اولین هسته مذهبی در شهر شیراز است که جدا از عملکرد مذهبی، نقش اجتماعی و سیاسی نیز داشته است و به همین دلیل دارای 6 ورودی در اضلاع مختلف می‌باشد که مهمترین آنها ورودی ضلع شمالی است که در دوره صفویه بازسازی شده است. وسط حیاط مسجد دارالمصحف یا دروازه زمان قرار دارد که در 4 ضلع آن چهار ستون قطور از جنس سنگ با ازاره‌های سنگی به ارتفاع 1 متر قرار دارد. در میان این 4 ستون و در وسط هر ضلع 2 ستون سنگی یکپارچه قرار دارد که جلوه خاصی به این بنا داده است. بر بالای این ستونها سرستونهایی حجاری شده قرار گرفته که بر بالای آنها نیز کتیبه هایی به خط ثلث شامل اشعاری عربی در وصف قرآن نوشته شده. اساس این ساختمان برای کتابت قرآن بوده. این دارالمصحف و یا خدایخانه برای کاتبان و حافظان قرآن در 752 هجری قمری در زمان شیخ ابو اسحاق اینجو ساخته شده و تنها یک بار در سال 1316 خورشیدی مرمت گردیده است. بنای اولیه این مسجد در سال 281 هجری قمری و در زمان عمرو لیث صفاری ساخته شد. بعدها ابو اسحاق اینجو در سال 752 هجری قمری ساختمان وسط مسجد را بنا کرد. کتیبه های آن نمونه ارزنده هنر خطاطی به شمار می رود و به خط یحیی الحمالی الصوفی خطاط نامدار زمان ابو اسحاق اینجو می باشد. در ضلع شرقی این مسجد طاق‌نمای پهن و بلندی است که در پیشانی آن کاشیکاری های زیبایی انجام گرفته که با آیاتی از قرآن در بدنه طاق و در پایه آن با نقاشی بسیار زیبایی از گل و بوته تزیین شده و متعلق به مرمت‌های زمان حال است. 13 رواق و بیش از 50 حجره در تمامی اضلاع قرار دارند که بعضاً محل ورود به شبستان‌ها بوده و همگی به کاشیکاری فیروزه‌ای و طرح‌های اسلیمی مزین گردیده. کاوش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که بنای این مسجد بر روی عبادتگاهی قدیمی قرار گرفته است، اما به علت محدودیت در کاوش‌ها مشخص نیست که این عبادتگاه دقیقاً متعلق به کدام دوره است. پرواضح است که طرح مسجد جامع عتیق از الگویی ما قبل خود بهره برده، به عنوان نمونه به کار بردن سنگ‌های نامنظم و ساروج و آهک در ساخت این بنا تأیید کننده این موضوع می باشد. در ضلع جنوبی این مسجد شبستانی با 46 ستون سنگی قرار دارد که در بخش فوقانی و سقف‌های آن از آجر استفاده شده و این گوناگونی مصالح دال بر ساخت آن در دوران‌های متفاوت است. معماری دوران ساسانیان بر همین منوال و سبک بوده. ستون‌هایی به پهنای 1.5 متر در 1 متر و ارتفاع 10 متر جلوه خاصی به طاق‌ها و سقف‌های آن داده است. نورگیرها و هواخوری‌هایی تعبیه شده که همگی از جنس سنگ و آجر می‌باشند. در میان این ستون‌های پهن و بلند و این سقف‌های آجری محرابی قرار دارد که پشت آن نیز شبستانی باریک و قدیمی است. طرفین سقف و محراب با کاشیکاری‌های آبی مقرنس‌کاری شده. در دو سوی محراب نیز 2 ستون سنگی مارپیچ ساخته شده که در کنار آن منبری چوبی با 13 پله قرار گرفته است. عظمت کاشی‌های بجامانده در این صحن نیاز مبرم مسجد به بازسازی و مرمت را یادآوری می‌کنند. این مسجد از دوران قاجار به جای مانده که در محله و بازار ارامنه قرار داشته است. در ورودی آن دالانی طویل با اتاقها و خروجیهایی به سمت بازار ارامنه قرار دارد. درهای چوبی قفل شده بلا استفاده بودن آنها را نشان می‌دهد. در حیاط و شبستان غربی این بنا کاشیکاری‌ها و ساعتی که ساعت بی‌زمانی است و در زمانی متوقف مانده دیده می‌شود. شبستان شمالی با کاشیکاری‌های بی‌نظیر قاجاری و ترکیب رنگ‌های موزون و حوضی در وسط حیاط، سبک و معماری دوران خود را محفوظ نگاه داشته است. در شبستان شمالی دو طاق‌نمای ورودی و چند لشکی در اضلاع با طرح‌هایی از گل و بوته به رنگ‌های آبی فیروزه‌ای، نارنجی، سبز و قرمز، سفید وجود دارد. ایوان دو طبقه، دو گوشواره و یا کفشکن‌ها در طبقه همکف به حیاط راه داشته و همگی با مقرنس‌های زیبایی سقف و تاق را پوشانده است. از شیشه‌های رنگی در جرزها و ستونها جهت زیباسازی دیوارها بهره بردند. سقف دالان و خروجی مسجد نیز با کاشیکاری و مقرنسکاری تزیین گردیده. این مسجد را میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک در سالهای 1265 تا 1274 هجری قمری ساخته است. نیمروز است و نوری که شادمانه می‌خواهد از پشت ابرها بیرون بیاید. چشم به راه خورشید است تا بر او درود فرستد. راهش را باز کنید تا ثروت خویش و ثروت جهان را افزوده و دولت عشق را پایدار کند. به سمت دیگری از شهر رازها می‌رویم. مسجد نصیرالملک یکی از قدیمی ترین مساجد شیراز است. این بنا به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک ساخته شده. معماری آن کار محمد حسن معمار و مدت ساخت آن 12 سال بوده و از سال 1255 تا 1267 خورشیدی به طول انجامیده است. حیاط این مسجد 4 گوش است و در میان آن حوضی به طول 16.5 متر و عرض 4.5 متر در مقابل ایوان مسجد قرار دارد. در ضلع شرقی و غربی آن 2 شبستان با 7 دهانه قرار دارند که یکی شبستان زمستانی و دیگری شبستان پشت به نور و جهت استفاده در تابستان بوده است. ایوان جنوبی فاقد کاربری خاصی می باشد و تنها به منظور قرینه سازی با ایوان شمالی ساخته شده است. در ایوان شمالی تمام سطوح بیرونی و داخلی آن کاشیکاری شده و سقف آن مقرنسکاری گردیده. طاقها و دیوارهای این ایوان با کاشیهای فیروزه‌ای و بدنه آن با نقشهای گل و بوته تزیین گردیده است. سقف آن با طرحهای اسلیمی و رنگین توازنی بی‌نظیر را به وجود آورده که در نوع خود بی‌نظیر میباشد. محمد حسن معمار و محمد رضا کاشی‌پز که از معماران و سازندگان این بنا بودند یادگاری بیمانند از خود به جا گذاشتند که امروزه از گوشه و کنار تمام جهان برای دیدن آن به سوی شیراز می آیند. ایوان و درگاهی ها با 7 طاق در 2 سمت مسجد قرار دارند که جهت ایستایی بهتر جلوگیری از حرکت رانشی زمین بنا شدند. همین رواقها و ایوانها نیز دارای سقف‌های کاشیکاری شده و مقرنسکاری می باشند که از نقوش هندسی بی‌نظیری ساخته شده و به صورت دورانی حرکت و چرخش را نشان می دهند. در این شبستان 2 ردیف ستون ششتایی سقف را نگه داشته است. در و دیوارها و سقفها نیز همانند درگاهی ها و ایوانها از نقوش هندسی و طرح اسلیمی بهره گرفتند که در نوع خود بی‌نظیر میباشند. سقف این شبستان با پوششی بیمانند از گل و بوته همچون نگینی زیبا در این مسجد می درخشد. این شبستان دارای 7 درگاه است که به صحن مسجد راه دارد و در ساخت آن از شیشه های 7 رنگ استفاده شده است. غرض نقشی است که از ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حد استادان